صبح هفتم اکتبر ساعت 7:30 صبح ادن از جشنواره موسیقی نووا به هم زنگ زد. وحشت زده فریاد میزد و گریه میکرد در حالی که تروریستا داشتن بهشون تیراندازی میکردن. ما بهش گفتیم که هر جا میتونه قایم بشه. او در کنار دوتا از دوستای دخترش توی یه ماشین بود که کشته شده بودن. ادن خودش رو به مردن زده بود تا تروریست‌ها بهش کاری نداشته باشن. اون سعی میکرد که ساکت و بی حرکت بمونه، ولی به همون گفت صدای خون دوستاش رو که داره فوران میکنه میشنوه و نمیتونه جلوی گریه خودش رو بگیره. بعد از چند دقیقه موبایل یکی از دوستاش که کشته شده بود شروع به زنگ زدن کرد و ممکن بود توجه تروریست ها رو جلب کنه. بالاخره ادن شجاعت اینو که بتونه از ماشین بیاد بیرون پیدا کرد و به سمت بوته ها فرار کرد و اونجا پنهون شد. ولی بوته ها خیلی کوتاه بودن و مهاجما میتونستن اونو ببینن. در همون حال مورچه ها شروع کردن رو صورتش راه برن و نیشش بزنن و من ازش خواستم ساکت بمونه، ولی بعد از یه مدتی صدای تیراندازی ها نزدیکتر شد و ما صدای مهاجمان رو که داشتن عربی حرف می زدن می شنیدیم که داشتن نزدیکتر می شدن. بعد از چند دقیقه ادن به عبری به هم گفت شانی اونا منو گرفتن، و بعد صدای یه مرد رو شنیدیم که به عربی بهش گفت پاشو بیا. من صداشو ضبط کردم. این صدای ادنه که میگه گرفتنش. بعد چند ثانیه دیگه تلفن قطع شد. من 3.5 ساعت با ادن تا وقتی گرفتنش حرف زدم و بعد از اون حال خیلی بدی داشتم. ادن یه دختر جوون بود که توی بار کار میکرد و رفته به جشنواره اونجا هم کار کنه. هفته بعدش تولدش بود و ما میدونیم که وقتی مهاجما گرفتنش کاملا سالم بود و انتظار داریم همون جوری هم برگرده. ولی من نمیدونم واقعا الان اون در چه وضعیه و تصورش هم برام دردناکه که الان چطوری نگه داشته میشه، چی میخوره، میتونه دوش بگیره. ما هیچی نمیدونیم، فقط میدونیم که ادن باید هرچه زودتر آزاد بشه و برگرده، چون اون هیچ گناهی نداره و طرف هیچ کسی هم نیست، فقط رفته بود اونجا که کار کنه. ما نمیدونیم که الان چی به سر اون اومده.